ساعتی دیگر مناظره معاون‌های دو نامزد انتخاباتی آمریکا پشت تخت‌های شیشه آغاز میشه. این اولین باره که مناظره دو معاون انقدر اهمیت پیدا کرده. مایک پنس و کامالا هریس بامداد فردا در حالی روبروی هم میایستند که به دلیل سن بالای ترامپ و بایدن در میانه دوره 4 ساله ممکن یکی از اونها رئیس جمهور آمریکا بشه. ترامپ اعلام کرده که بی‌صبرانه منتظر مناظره بعدی با جو بایدن در 15 اکتبره. اما بایدن گفته که اگر بیماری ترامپ ادامه داشته باشه باید این مناظره لغو بشه. سورپرایز های اکتبر شروع شده. ترامپ بعد از ترک بیمارستان بسته حمایتی از آسیب دیدگان کرونا را لغو کرده. بعد از اعلام این خبر شاخص های بورس آمریکا به شدت ریزش داشتن. تا امروز 4 میلیون شهروند آمریکایی رأی خودشون رو به صندوق ها انداختن. این رقم 50 برابر آماریه که در سال 2016 اعلام شده بود. در آخرین نظرسنجی هنوز بایدن در ایالت‌های کلیدی پیشتازه. بهتون پیشنهاد میکنم با پوشش ویژه مناظره مایک پنس و کامالا هریس فردا با ما همراه باشید.